سلام به عزیزانم، استاد برهان هستم و با ویدیویی متفاوت تر از همیشه در ضمن خدمتتون عرض کنم که از این به بعد ویدیوهای ما هم عربی هستند و هم فارسی. خیلی ها از همزبونهای من که عرب هستم و خودم هم عرب هستم گلایه داشتن از من و در دایرکت ها به من گفتن که استاد لطفا ویدیوهای عربی هم بساز و من در خدمت همه شما هستم. برای من فرقی نمی کنه چه فارس، چه لور، چه ترک، چه عرب، چه هر قومیتی و چه هر دینی که باشید، واسه من فرقی نداره. مهم انسانیت و خوب بودن و دانش این علم. عزیزان من، این تلس برای چه کسی ساخته میشه؟ این تلس برای زنانی ساخته میشه که میخوان فقط و فقط خودشون تو چشم شوهرشون باشن و شوهرشون هیچ کسی غیر از اونها رو نبینه. دوستای گلم، نمیدونم کدومتون در مورد حروف سریانی چیزهایی رو بلده و یا آیا اصلا بلده بخونه یا نه. البته من تو کلیپ های قدیمی آموزش دادم و اگه مراجعه کنید میتونید بفهمید که چه چیزهایی رو بهتون گفتم و چی هستن حروف سریانی و کدومشون چی هست و چه معنایی میده. دوستان عزیزم، دقیقا اینجا این مطلبی که در مورد تلسپ گفتم اینجا گفته شده. این اگه نگاش کنید بس، خب بس یعنی این حرف بس و اینم حرف سمکس، بهش میگن سمکس، به زبان سریانی بهش میگن سمکت. گفتم که این سمکت بهش میگن که همون حرف سین و معادل حرف سین ما هست و بیف همون بیه ما هستش. بس شو اینجوری میشه و عربی خونده میخوام بخورم براتون. بس شو فه نه ای، بس شوف نی انا او، این او انا او، بس شوفنی انا او بس، ولی به سریانی هست. این خطوط هفت است، این خطوط هفت است. بس شوفنی و بس شوفنی انا او بس، این خطوط هم هفت است، هفت عدد هستن. فرقی نداره که اول اینو بنویسید یا اول اینو بنویسید یا هر کدومشون. و تحسین و اسراف دارد بدون شک. هر روز، هر وقت که، هر وقت نه البته، هر روز میتونید اینو بسازید، ولی فقط و فقط در ساعت عطارد، هیچ ساعتی غیر از عطارد نباشه. این امضای تلسم هست، اما منتها دوتا میخوره و در دایره ها نوشته میشه، در دایره ها نوشته میشه. این بهتون میگه که تلسم یهودی هست و این نوشته و دعای این تلسم هست. یا فلان بن فلان لست في عينك الا انا وانا فلان بنت فلان لوحدي و بس، فقط همینه می نویسیدش. و البته اینو یادم نره، ببینید من چقدر حواس پرت شدم، بهم حق بدید. اینو در دو نسخه می نویسید، دو بار می نویسید. اینو روزی که می نویسید غروبش می سوزونید و روز بعدش بازم غروب می سوزونید و شوهره را اسیر کردید دیگه. مال خودتونه، از اولش مال خودتون بود، ولی دیگه بدبخت حتی دیگه نمی تونه فکر کنه به ازنه دیگه. من اینو آروم بگم،
حالا مهم نشنوه، شاید خواستم یه زندگی بگم دارم درست میکنم یارو میگم. خب خلاصه آره اینو مینویسید و همین کاری که بهتون گفتم رو انجام میدید. من مخلص همه شما هستم، استاد برهانم و آرزومند تمام آرزوهاتون. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.